برگشتیم و سلام صبح بخیری به شماهایی که تازه بیننده برنامه صبح جهان شدین و فعلا هم در بخش مکتب قرار داریم و خوشبختانه باز هم امروز طفل نازنین عباخات داریم، لطفالا جان و سارا جان، هر دوشان متعلم صنف ششم هستند. سلام صبح بخیر سارا. سلام صبح شما بخیر. به نام تک نوازنده گیتار هستی، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خوبان و کسانی که از پرده تلویزیون ما تماشا میکنین. من بنده زهرا سخزاده هستم، متعلم صنف ششم لیسه عالی تلاش دانشجو و امروز به خدمت شما قرار دارم. سلام، زنده باشین، خیلی خوش آمدین و لطفا صبح خود هم بخیر. صبح شما بخیر. سرآغاز سخن رسم قدیم است که اول آن بسم الله الرحمن الرحیم است. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و اساتید نهایت زحمت کش لیسه عالی تلاش دانش و همه هموطنانم هم در سراسر جهان. این جانب لطفالله حسینی متعلم سنف ششم در خدمت شما قرار دارد. خیلی خوش آمدی لطفالله. و سنف ششم هستین، چند نمره هستین هر دویتان؟ اول سارا جواب میدم. من اول نمره هستم. خود اول نمره هستی و لطفالله خودت؟ من دوم نمره هستم. دوم نمره هستین، در یک سنف هستین؟ بله. بله، امی لذت اول نمرگی را که ما هیچ نچشیدیم، نمیخوام چرا هم لذت داره اول نمرگی؟ اول نمرگی با دوم نمرگی مهم نیست که کدابش پیش یا پس هست. اول نمرگی لذت خاصی بس حد داره دیگه، هر کس آرزو داره که یک بار در اول نمره شوه. بله، و خودت که اول نمره هستی، از امو لذت که خودت بردی شنوه هست، میشه بیان بکنی ما هم بفهمیم؟ میشه اگه آنجای باز ما هم مگر درس پس شروع کرده ما اول نمره شما بفهم لذت چی هست؟ بله، اول نمرگی لذت خاصی از خود داره، هر کس آرزویش هست که یک بار اول نمره شوی. اول نمرگی از خود مسئولیت میخواه که یک نفری بتاره بار دوشی تباب سیلفی های خود را تباب تمام یک چیز را بتواره که چیز کنه. بله، یعنی میتونیم بگویم رهبر صنف هستم دیگه. همه مشکلات که در صنف هست مربوط به اول نمره میشه، باید دو حل بسازه. بعض از هم صنفی هایت مثلا کمتون تنبل هستن، درس درست یاد نمیگیرن، مسئولیت خودت هست که با اونا کار بکنی. همه قسم هست؟ بله. بله، و لطف الله خود که دوم نمره هستی، آرزو داری که اول نمره شوی؟ بله، هر کس در مکتب ما آرزوی اول نمره گیر داره که در صنف خود اول نمره شوه و اول نمرگی و دوم نمرگی اوقف فرق نداره. اول نمرگی و دوم نمرگی اوقف فرق نداره، هر دویش مثل یک مقام برابر. بله، و مهم همی است که کوشش بکنن، زحمت بکشن، نه ای که بعضا واری خدای یار جان شان لسته که برعکس بکنی نام از اونا اول میشه. پس اونا هم باید کوشش بکنن ای که در اون درجه بین گذشته از درجه برای خود یک چیز بیاموزن، نه ای که بختار مقام باشه. بعضا هستن فقط کوش میکنن نامشان اول نمره باشه، فقط همی آرزویش است که اول نمره باشه. اما نه، من میگم درس بخونین، بعد از اینکه مثلا صنف تمام میکنی یک چیز در حافظه داشته باشی، یک چیز درک بکنی. تنها بختار مقام خوب نیست. هم قسم است؟ بله. و خود گفتی که یک ترانه ترکی هم آماده ساختی برام. بله، آماده ساختم. با لسان ترکی هم بلدیت داری؟ بله. چقدر؟ تا تمام شه بلدیت ندارم، تا مو سطح وسط شه. خب، سطح وسط که هست، میشه یک سلام صبح بخیری به دوستا بکنی به لسان ترکی؟ بینی مادیم لطف الله گنایدن ساده نمیقه. بله، گود مورنینگ. همه خیر بود؟ ترکی خیلی خلاصه است دیگه به نظرم. آه، کاملا خلاصه است. یعنی کوش نمیکنه که انرژی بیشتر مصرف بکنن. سلام صبح شما بخیر، آرزومند صبح خوب و سعدمند باشین. دیم تو به حساب دیگه گود مورنینگ هم تو خیلی کوتاه گفتی. خود هم لسان ترکی میفهمی؟ نه. خود در کجا مختی لسان ترکی را؟ لسان ترکی را در کورس های ابتدایی شهر کابل مخته. این در شهر کابل هم کورس هایی که وجود داره میتونن آدم ترکی یاد بگیره ازم؟ باز هم نیاز به کوشش داره که این فرد چقدر کوشش میکنه و چقدر علاقه مندی داره به این لسان. باید خود آدم کوشش کنه تا ترکی یاد بگیره. بله، و بریم ترانه ترکی را که آماده ساختی بشیم. خوبه. بله.
و من مقاله ترکیه که آماده ساختم میخوانم برای شما بخوانیش بگیرم. بفرمایید. انسانلرین حیاتندکی این علمی کازانجی اتیم دیر بزرگترین دستاورد انسان ها در زندگی تحصیل است. اتیملی انسان هیچ بر زمان کتلوگ یاب ماست. انسانی تحصیل کرده هیچ وقت بدی نمی نماید. اتیملی انسان دنیای گزل و ایلگین چپار. انسان تحصیل کرده دنیا را زیبا و جالب می سازد. اتیم واسطه سیل ای بر دنیای کرا بلیر با واسطه تحصیل یک دنیای خوب را می تانیم بسازیم. دنیا اتیم واسطه سیل الالای بلیر دنیا با واسطه علم پیشرفت می نماید. کشک افغانستان اتیملی انسانلر فازله آل سایدی. کشک در افغانستان انسانهای تحصیل کرده بیشتر می بود. بیز بود درملرده گور می آردوگ ما این وضعیت را نمی دیدیم. چه یک پیام زیبایی داره. کوشش بکنیم که تحصیل بکنیم تا که اطفال ما انگیزه را پیدا نکنن کارزو داشته باشن. کاش در کشور ما افراد تحصیل کرده زیاد می بود. پس شما هایی که فعلا انرژی دارین، فرصت دارین، زمان دارین، بیشتر کوش بکنین، تحصیل بکنین و آینده خود و آینده اطفال که هست برشان درخشان بسازین. خطام از خود بود؟ بله. ما که از همین دور دیدم، من یک بار میشم بود از صحرا برم بودی؟ خط همچنان زیبا هست و باش که ترکی هم مثل انگلیسی نوشتی. کم فرق داره. بله، کم و تون فرق داره. خوشنویسی هم کار کردی یا تنها در مکتب هم تو خطت زیبا شده؟ تنها در مکتب. بله، بعد از سال شاید معلوم نشود چون خیلی کوچک نوشتی. بله. در پشت سرش چی هست؟ مقاله هست یا تقسیم اوقات چیز هست؟ در پشت سرش چیز مهم نیست. چیز مهم نیست. خب سهر خود چی آوردی به برنامه؟ یک شعری آوردم که درباره خداوند می باشد. بله، ما هم بشیم. گر خدا بندگی است گر خدا بندگی است که تا ابد می باشد که خدا تا بر ما همه چی می باشد اگر خدا داری غم را چی کنیم اگر خدا داری غصه را چی کنیم خدا کیست که باید به دیدنش برویم خدا کسی است که از این خدا کسی است که از این خدا کسی است که از این همه سختی ها بر می رسیم بله بدون شک خداوند متعال کسی هست که از همه مشکلات ما آگاه هست و هر مشکل که ما داریم بهتر از ما اونا میفهمند و 70 مرتبه از پدر و مادر کرده بر ما مهربانتر هست خودتون دیدی که مادر جان چقدر مهربان هست اما اگر او 70 مرتبه بیشتر مهربانتر احساس بکنی خداوند متعال بر ما قدر مهربان هست و حمد و ثنای خیلی زیبا بود که بر وصف خداوند متعال سهرا جان بر ما سرودند و لطفا کدام شعر خودت هم داری؟ نه خیر کدام کتاب را خودتان بیشتر مطالعه میکنید؟ کتاب های علمی و فرهنگی علمی و فرهنگی یک کتاب پیش از وقفه بر من نام گرفتی کدام کتاب بود؟ قدرت بیان قدرت بیان بله اکثر حتی جوان ها بزرگ سال های با این مشکل مواجه هستند درست افهام و تفهیم نمیتونن این یعنی نیاز دارن به این که برن یک کتاب افهام و تفهیم یا قدرت بیان بگیرن یا هم در کورس هایی که دایر میشه فن بیان بر اصلا تدریس میشه بهتر میتونن که افهام و تفهیم بکنن و بدون از اینکه تحت استرس و یا هم استراب قرار بگیرن هم قسم است؟ بله مفهوم این کتاب که خودت خواندی چی برداشت کردی؟ ما از کتاب قدرت بیان برداشت کردم که انسان ها میتونه اگر اون کتاب بخونه میتونه به صورت آسان و بدون استرس حرف های خود و چیزهایی را که میگوید بیان نماید. بله راه حل هم وجود داره بعضی که استرس دارن چیکار باید بکنن؟ بله و در کتاب نوشته است. یعنی میتونن این کتاب بیشتر مطالعه بکنن قبل از اینکه یک جای میرن به میز خطابه استاد میشن هم موضوع را مثلا خودت آمادگی گرفته بودی قبل از قبل یک دو سه بار که حتما خواندی همین قسم میشه که موضوعات چندین بار بخورن بعدش به مدت فکر آرام راحت میتونن اما موضوع را بیان بکنن هم بعضا هستن همی که عاجل کاپی کرد می یک جای استاد میشن میخونه هم تحت تاثیر قرار میگیره باید رقم نباشن سهر خود کدام کتاب را مطالعه میکنی؟ مثل امین قسم ما کتاب های فرهنگی و علمی را مطالعه میکنم بله پدر فقیر و پدر ثروتمند هم مطالعه کردی؟ بله داستان امین کتاب چی بود؟
داستان ازی بود که یک پسر بود مادرش دو شوهر کده بود و ای شوهری یک شوهرش ثروتمند بود و یک شوهر فقیر بود و شوهری که فقیر بود بسیار با بسیار مهربان بود بسیار با دلسردی با پسر خود بدون مشکلاتی که در زندگیش بردرزب که در زندگی خود بسیار مشکلاتی هم که داشتن بسیار با مهربانی با پسر خود کم میزن ولی پسری و ولی پدری که ثروتمند بود او بسیار مغرور شده بود به پول خود مثل امزی که کسی که یک چیز بیافه کسی دیگر که نداشته باشه بسیار مغرور می شود و این کسی ابو پدر ثروتمند بسیار چی بود بسیار همی خشن بود و بسیار به پسر خود بسیار بدی ها میکرد و ما از این نتیجه گرفتیم که این پدر مهم نیست که در یک جامعه یک پدر ثروتمند یک پدر فقیر باشه مهم است که انسان یک پدر داشته باشه و او پدرش بسیار یک پدر خوب باشه و مثل از اینکه پدر ثروتمند بود قسم نفسش بالا نره و مغرور نشه و بله و مغرور نباشه وقت داشته باشه به اطفال خود و اگر پدرگرم متوجه باشیم که در جامعه سنتی افغانستان یک خانم نمیتونه دو شوهر داشته باشه بجز از اینکه طلاق بگیره و بعد شوهر دومی داشته باشه اگر بهتر همه ایمه است که پدر باشه و مهربان باشه پدرها همشان مهربان هستن اما بجز اونایی که غرور دارن من هم یک روز یک کتاب مطالعه کرده بودم به نام پسر شاب و گدا بود و همه تا یک قصه جالب داشت اما کم متفاوت‌تر و یک موضوع دیگری بود برام یعنی او هم موضوعش اگر ببینیم غرور بود و غرور و ناگاهی از جامعه جایی که زندگی میکردن معلومات باید داشته باشیم تا اینکه غرور بر ما پیدا نشه پیام خود چی هست لطفا در اخیر؟ پیام خود ما برای هموطنان عزیز میه که من در کشور زندگی میکنم که در آن صلح، آرامش، پیشرفت، زندگی خوب باشد و امیدوارم که در سرزمین ما صلح، آرامش، انسانیت بیاید. سلامت زنده باشی. سهرا خود چی پیام داری؟ پیام ما در اخیر ایسته که ما به عنوان یک خواهر کوچک و به عنوان یک شاگرد میخواهم که در کشور ما یک صلح سرتاسری بیاره و در این جامعه ما میخواهیم که در این جامعه هر کس حقش است که درس بخونه و هر کس ما از این میخواهم که حادثه اخیری که در دیروز اتفاق افتید مثل از اینا ما شهید نشویم و باید زندگی خود را پیشرفت بدهیم بله بدون شک حتی اطفال ما احساس درد و رنج میکنن از اینکه سال نداریم در کشور ما و احساس ترس ازی دارن که مبادا آینده ما هم مد خطر قرار بگیره و این تاثیرات فراوان بالای روح روان جوانا اطفال کهنسالا بالای همه افراد جامعه میذاره پس انشاءالله دعا میکنیم که یک صلح سرتاسری داشته باشیم یک کشور آرام مرفه و بدور از دغدغه‌هایی که فعلا هست باشه یک رفت و برگشت داریم و هستیم با شما